آینه، اولین رسانه آموزشی خارج از کشور، برنامه‌های 24 ساعته بنیاد غیر انتفاعی آینه را از طریق کانال‌های ساتلایتی یا با دانلود کردن اپ آینه، آینه فاندیشن بر روی تلفن‌های همراه و یا از طریق کانال‌های اجتماعی و وبسایت آینه www.aine.org 7 روز هفته دنبال کنید. با جهانگیر. از دوست به یادگار دردی دارم که این درد به 100,000 درهم ندهم. چه نگاهی در گذشته ما به دوست داشتیم و چه نگاهی تو این دسته داریم. این تغییر از یک جایی شروع شد، یه جایی آغاز شد. معتقدم اگر تغییر نکنیم، اگر حرکت نکنیم، زندگی نکردیم. خیلی از آدم ها میخوان زندگی اون جوری که میخوان باشه. خیلی از آدم ها فکر میکنن دنیا و مردم بهشون بده کاره. خیلی از آدم ها حرکت میکنن و زندگی رو تو آغوششون میگیرن. بابت این میخوام سپاسگزاری کنم از خالق هستی که داریش عزیز و وسیله که از سر راه میلیون ها انسان گذاشت، انسان هایی که نیاز به کمک دارن، انسان هایی که دست دراز کمک کردن و کمک میخوان و میخوان از یک جایی شروع کنن. همه ما هم سفریم، همه ما از یک گوشه ای از جهان تغییر رو میخواییم آغاز کنیم. مهم نیست که گذشتمون چی بوده، مهم نیست که تو چه خانواده‌ای بودیم، مهم نیست که شغل، شهرت، سواد و معلوماتمون چی بوده. مهم اینه که هممون همسفریم، یه خانواده بزرگی تشکیل دادیم و نیاز داره این خانواده که تغییر کنه و به همدیگه عشق رو نشون بدیم. آره، از دوست به یادگار دردی دارم، دیگه دردی ندارم، دیگه دردی از دوست نمی کشم جز عشق، جز محبت، جز مهر، که این درد به 1,000 درهم ندم. این درد رو با هیچی دیگه عوض نمی کنم. این درد باعث شد که من با خانواده‌های زیادی آشنا بشم. این درد باعث شد که من از اون سیاهیه بیام بیرون، روزنی از نور رو ببینم. این درد باعث شد که زندگی رو اونجوری که هست بپذیرم. واقعا هرچی شک گذاری کنیم بازم کمه. دیدن نور که آغازش یه روزنه بود لطف خداست و کار ما نیستش. اگر ما فراموش کنیم گذشتمون قادر به حرکت نیستیم. گذشتمون همیشه باید ملک ذهنمون باشه. داریوش عزیز بعضی وقتا پیام قشنگی میدیم، میگی گذشته من مثل آینه ایه که تو ماشینم گاهی نگاه میکنم به پشت سرم و گاهی این نیاز به دیدن داره. نه که بریم تو رنج، نه که بریم تو درد. شو گذاری کنیم اگه این گذشته نبود، حال و هوام امروز اینجوری نبود، حال و هوام روحانی و شاد نبود، خانواده های خوبی سر راهمون قرار نمیداد. مهم اینه که ما چجوری بپذیریم، چجوری رهایی رو تمرین کنیم.
و اونهایی که خداوند سر راهمون میذاره به عنوان یک هدیه سپاسگزار و قدردان باشیم. داریوش عزیز، خانم عباس عزیز، سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادی که بتونم اعتماد خانواده های زیادی که از طریق برنامه آینه جذب بهبودی شدن دنبال کنم و پیام های زیبایی ازشون بگیرم. یکی از اون خانواده ها خانواده عمغلامه، بسیار مشتی، بسیار باحال، بسیار دوست داشتنی، خونه ای داره پر از عشق. خود من که الان یک دو ساعت اینجا هستم فقط عشق نوشی جان میکنم، جای همتون خالی، کوچیکه ولی عشق توشه. میخوام بهتون بگم دوستی کلید درهای بسته است و مرهم دلهای شکسته. چه زیباست جهان اگر بینایی آموزیم، و چه مهربانن جهانیان اگر دریچه دل پر از مهر رو بگشاییم. این دل رو موقع که باز کردی اون موقع میفهمی پیام قدم دوازدهم چیه. آغوش تو اگه باز کردی برای اونایی که سر راهت هستن، اون موقع میفهمی مهر یعنی چی. اگه یه کاری برای یکی کردی که متوجه نشد، اون موقع میفهمی که خدا چه عظمتی داره، نه که همه بفهمه. به قول داریوش عزیز، همه ی رنگ ها رو دوست دارم. چقدر رنگ های زیبا، نمیدونم حالا دوربین اینو میگیره، با چه رنگ هایی ما اینجا روبرو شدیم. این همه رنگ من تو عمرم ندیده بودم، فکر میکنم 200-300 نوع رنگ باشه. و بابت این نگاهی که امروز تغییر کرده بازم میگم سپاسگزاری میکنم. واقعا یه جلسه ما باید بذاریم برای شکرگزاری و سپاسگزاری. این همه هدیه خداوند به ما داده، این همه. آیا بخشنده تر از این هست که فصل داره میاد، همه چی داره نو میشه، همه چی، همه فصل ها قشنگه، همه پایی چقدر قشنگه، زمستونش هم قشنگه، ولی زمستون هم داره میره. درخت هایی که هرس شده چند وقت دیگه جوانه میزنه، یعنی میخواد بخشندگی و یاد من رو تو بده، مهمان نوازی و یاد من رو تو بده، مهربانی رو یاد من رو تو بده. بخشیده اونایی که تنش رو اذیت کردن، شاخ و برگش رو زدن. خدا رو شکر، خدا رو شکر، مرسی. میخوام برم سراغ عمو غلام دیگه، وقتش الان اون شد که به زنجیر تو دیوانه شوی. وقتش الان میگه وقتی با منی نیاز به هیچی نداری، بی نیازت میکنم. یادم سالها پیش وقتی اومدم تو این برنامه، نگاه هم یه نوشته جلب کرد، با خدا همه چیز شدنیه، فقط کافی بشه به من اعتماد کنید. این برای من مفهومی نداشت، ولی بعد از سالها فهمیدم. وقتی از بحرانهای زیادی رد میشی، وقتی میبخشی، وقتی اتفاقات قشنگ برات میفته، تو سخت در این جاها اعتماد میکنی. زمانی که لب تیغ هستی اعتماد میکنی و به اون توجه میکنی، میبینی اون نوشته مفهوم داره. بابت این خدا رو شکر میکنم. دیگه اما غلامو میخوام بهتون معرفی کنم، دوست داشتنی، مشتی یا مشتی که همه چیز رو راحت گرفته، به من درس داد. تو برنامه دوازده قدمی خیلی پیام ازش گرفتم، فروتنی و مشتیگری و اما غلام درزم اون لاتای با کلاس هم هستش، اون است که در کنار همسر عزیز و دوست داشتنیش کارآفرینی میکنه.
یکی از اون کارهایی که ایشون انجام داده، آره، دستبندایی که تمام جای ایران رفته، شاید اون ور آبم رفته، حالا براتون بعدم میگه. از همه قشنگتر با چه رنگ هایی زندگی میکنی، عاشق تمام اون. ممنونم، قربونت برم جهانی جان، فضای شما بشم. عشق چون در سینم بیدار شد، از طلب سر تا زپا ایثار شد. این دیگر من نیستم، من نیستم، حیف از آن عمری که با من زیستم. جهان جان لطف دارم به من، زیاد فکر میکنم روغنداغش رو زیاد کردی. نه من قابلیت داشتن عشق رو دارم، نه اون آدمی که ایشون میفرماین. من خودم رو در اون حد نمیدونم، من یه بنده حقیر سراب و تقصیرم که فقط لطف خدا شامل حالم شد. از درد میگفت جهان جان، یاد دردایی افتادم که واقعا در زمان بیماری در اوج درد و ناامیدی و یأس و انزوا و یه شرایط سخت، یه روزی خداوند به منم یه نیم نگاه کوچولو کرد و تو جایی که امکان بهبودی نبود، شرایطش من اصلا فکر نمیکردم اونجا من داشته باشم، در یک آن، در یک لحظه خداوند، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، فقط میتونم بگم تمام بیماری ها رو یک جا از من گرفت. یعنی یه اتفاق غیر ممکن ممکن شد. تمام باورهای من اون شب شکست، عوض شد. با حضور خداوند دیدم همه چی شدنیه. و این که تمام دردها رو میتونه درمان کنه. بله، حضور خداوند تو زندگی من امروز با موجب این شده که من نه تنها با دوستای خوبی آشنا بشم، بلکه انسانهای خوبی خداوند سرد راهم کرد و مسیری رو به من نشون داد که تو این مسیر طرح زندگی الهیمو دارم میبینم و در آرامش و آسایش کامل، به قول معروف، هم وامو داده، هم کامو داده، هم جامو داده. یعنی کلبه ما خیلی کوچیکه ولی وسعتش زیاده. از جهان ممنونم، به من این فرصت رو داد که بتونم از این تریبون استفاده کنم و لحظاتی رو با دوستای سراسر دنیا ارتباط برقرار کنم. من از دست‌اندرکاران این برنامه آینه سپاسگزاری میکنم، از همینجا ازشون ممنون و سپاسگزارم، از آقا داریوش، از خانم عباسه عزیز که امکان این برنامه رو فراهم کردن. جان من یه روزی همه چی داشتم، پدرم خان بود، مادری داشتم، مثلا من تو عمرم مستأجری نکشیده بودم، دوستان هم در زندگی خوب، اوضاع خوب، همه چی خوب بود بیرون از من، ولی درون من آشفته بود، درونی به هم ریخته داشتم که نمیدونستم باید چی کار کنم. شخصیتم هم ترور شده بود، یعنی هیچ پولی، هیچ ماشینی، هیچ خونه‌ای، هیچ ملکی، هیچ کارخونه‌ای، هیچ ترانزیتی، هیچ میکسری، همه اینا بود، باور کنید بود، ولی گفتم غلام رضا نبود، من نمیدونستم باید چجوری زندگی کنم و بلد نبودم. امروز با آشنایی با این برنامه از داریش عزیز ممنونم که الگو و بنیانگذار این تولد و این زندگی دوباره تو زندگی من بود، ازش سپاسگزارم، تشکر میکنم. هنوزم الگوی ماست، همیشه الگوی ما بوده. داریوشه دیگه، داریوشه، بله، واقعا ازت ممنونم داریوشه، داریوشه دیگه، داریوشه، واقعا ممنونم ازت داریوش جان.
ممنون از همه کسایی که این انجمن رو حمایت میکنن. تونستم با این، بعد از اینکه خداوند منو شفا داد، واقعا منو شفا داد خدا، و از اون چارچوب و بند اومدم اسارت بیرون، سری خودم رو وز کردم به برنامه 12 قدم، من رو به یک بیداری رسوند. میخوام بگم تمام ترسام نه، ولی عمدش رو گرفت از من. ترس برای من ناامیدی میورد. من امروز وقتی میگم من نیستم، این شعر رو خیلی دوست دارم، من دیگر من نیستم، حیف از عمری که با من زیستم. این منه آفرین، این منه رو من نذاشتم کنار، خداوند از وجودم پاک کرد، وگرنه من با اون منه زندگی میکردم. اصلا با هم خیلی دوست بود، رفیق بودیم، لذت میبرد از کارهایی که میکرد، ولی کارهای اون باعث شد من سر به ناکجا آباد درآورده بودم. چیزی که مهمه، امید، پیام امید. من یاد گرفتم از بزرگترام، از اونایی که جلوتر از من این راه رو رفتن، داریوش عزیز، که ما هم میتونیم به روشنایی برسیم. از من... تاریکی؟ بله، از تاریکی. تاریکی کجاست؟ تاریکی منم، من ناتوان. تاریکی منم، منی که به جیبم نگاه میکنم، منی که به داشته های خودم نگاه میکردم. امروز هیچی ندارم، ولی جایگزین اون هیچی خدای مهربون دارم. هر لحظه میخوام کاری انجام بدم میترسم، میگم خدایا من بازم ترسیدم، میخوام این کار رو انجام بدم. جیبم رو نگاه نمی کنم خالیه جان، حساب بانکیم رو نگاه نمی کنم خالیه. امروز تمام ذهنم رو معطوف به خدا میکنم و میگم من از تو اینو میخوام، این کار رو برای من انجام بده. وقتی خدا رو جایگزین ترسم میکنم، شاد میشم. وقتی شاد میشم، انگار که مزد خدا رو دادم، اونم مزد منو میده، پاداش منو میده. از خدا ممنونم به این درک رسیدم امروز. امروز هیچی تو زندگی ترسناکتر از این نیست که من دو مرتبه برگردم به اون روزای گذشته. جهان اشاره کرد به این کارا، این رنگا، این فضا، اینا خالق داره، اینا خالق داره، من هیچ کارم، من فقط به عنوان یه خدمتگزار واقعا در کنار خانومم، بچه هام، این مسیر رو فقط دارم حمایت میکنم. به خانوادهایی که نیاز دارن به کار، میره آموزش میده خانومم، من فقط میبرم، میارم، خرید میکنم، حساب جمع میکنم، پخش میکنم، حسابدارشونم، تدارکاتشون انجام میدم، و خیلی خوشحالم امروز قسمت عمده و اصلی این کار رو خانومم انجام میده. طراحی رنگ ها، علمی سرانداختنشون، نمیدونم بافتشون، میره آموزش میده، و من باورم نمیشه. یه روزی گفتم بابا اینم شد کار، هفته 100 تا دونه 20 تا دونه دستمال میرید میفروشید شما. بعد دیدم نه، خیلی کاره، انقدر کاره که منم باید کنار اینا پا بشم و تو این مسیر بهبود پیدا کنی، بهبود پیدا کنی. اما قولم به یک چیزی اشاره کرد، این دیگر من نیستم، من نیستم، حیف از این عمری که با من زیستم. خیلی ها میان تو این برنامه صاحب خیلی چیزا میشن، مثل اینکه پولدار میشن، نمیدونم ماشینشون عوض کنن، باغ و نمیدونم ویلا و خونه میگیرن، شرکت میزنن، کارفرما میشن و خیلی چیزا، سیاست مدار میشن، ولی مثل عمو غلام خیلی کمه که خیلی چیزاشو تو این برنامه از دست داده و برنامه 12 قدمی ازش گرفته. غرور، منیت، خودخواهی، حسد، خودشیفتگی، مالندوزی، ریا، کینه، نفرت، همینطوری بگم از خیلی نقص داریم، این نقصا رو ازش گرفته و بعضیاش هم کمرنگ کرده. بابت اینه که با این غرورت و با این منیتت، آره، اینا رو تونستی رها کنی. میخوام واقعا
همینطوره؟ من واقعا خدا رو شکر میکنم جهان جان، امروز به لطف خدای مهربون من درسته مثل گذشتم نیستم، ولی امروز یه چیزی فراتر از چیزای گذشتم دارم. واقعا از زندگی امروزم راضیم. میگن هر کجایی که موفقیت اونجا به چشم میخوره یکی تاثیرگذار بوده. معتقدم این ضرب المثل مال قدیمی هست. میگن مرد موفق و آره زیربناش اون زن خونه است، زنیه که دردها، رنجها، آزار و اذیتها، اعتیاد رو لمس کرده، تاریکی و قشنگ لمس کرده، آتیش هم لمس کرده، ولی هیچ وقت تسلیم نشده، جنگیده، رفته جلو، پلای دادگاه رو بالا پایین نکرده، سه سوت طرف رو آره به زندان ننداخته به خاطر اعتیادش و خیلی چیزای دیگه. اونجا موفقیت آروم 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 آغاز میشه. آره نازنین، اگه میبینی که همسرت تو رنج و عذاب بیماری اعتیاده، صبر کن، رو خودت کار کن، پذیرشتو ببر بالا، آغوشتو باز کن برای همسرت. این بیماری بیماری خانوادگیه، یه بیماری اجتماعیه. خدا رو شکر امروز همه چی هستش، آموزش هست، برنامه‌ای سازنده هستش، مشاوره هست، مشاوره، البته نه هر مشاوری، مشاوری که با 12 قدم آشنایی داره. من میخوام شما رو ببرم سمت خانم خانواده که با توجه که این همه درد کشیده، ولی آره اون عشق کجا بوده؟ خودش میگه عشق به خانواده داشتم، ولی من میخوام از این سوال کنم، این عشق رو به خودت داشتی اون سالها؟ ایشون تو جلسات خانواده مرتب شرکت میکنه و خودش میگه که تغییرات من از جلسات خانواده شروع شد که بیماری همسرمو بپذیرم و فهمیدم که اول باید عاشق خودم باشم، اول باید خودم رو دوست داشته باشم تا بتونم خانواده و دیگران رو بپذیرم و دوستشون داشته باشم. مرسی بانو. سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که دارن این برنامه رو تماشا میکنن. من امروز واقعا خدا رو شکر میکنم که این برنامه رو واقعا اومدن در منزل ما تهیه میکنن و من به اینجای رسیدم که واقعا باید خدا رو شکر کنم. نمیدونم چجوری. من خب این کار من یه ارتباط خیلی تنگاتنگی با زمان پاک شدن همسرم داشتش. یعنی وقتی که همسر من دقیقا بعد از اینکه سلامتیشونو به دست آوردن بعد از 20 خورده ای سال اعتیاد، از کمپ که آوردیمشون ایشون یه راهنمایی داشتن، به من گفتن که شما باید کمکش کنی، یه جوری نباید فعلا ایشون بره سر کار، براش خطرناکه. بعد من هی با خودم دو تا چهار تا کردم، گفتم خدایا من که کاری بلد نیستم آخه چیکار کنم، نه آرایشگری نه خیاطی. آرایشگری در حد همین رفع نیازهای خودم بود، حرفه خاصی بلد نبودم. ولی خب از بچگی به کارهای هنری خیلی علاقه داشتم، خیلی دوست داشتم. بیکار میشدم تو خونه میشستم برای خودم چیز نمیدونم کوسن درست میکردم، عروسک درست میکردم، خونه رو تزیین میکردم، مدل مبلا رو عوض میکردم، کلا به دکوراسیون خیلی علاقه داشتم. تا اینکه بعد اومدیم و از ایشون که به من گفت یه کاری پیدا کنه اینا که بتونی ایشونو کمک کنی. بعد اومدیم خونه، البته ایشون هنوز توی کمپ بودن، ما یه مسافرتی رفتیم با یکی از اقوام که اونجا یه نفر داشت دستبند میبافت. بعد من بهش گفتم که چجوری اینا، پیام پسر کوچیکم گفت مامان اینو یاد بگیر اینا مد شده، برای من یه دونه بباف. منم خب اوضاع احوال روحی خوبی نداشتم، نبود همسرم، مشکلات مالی و همه جوره. بعد گفتم باشه حالا یاد میگیرم پیام جان. تا اینکه تلفنی از ایشون پرسیدم به من یاد دادن، تلفنی یاد گرفتم این کار دستبند و بافت و بعد یکی دو تا خراب کردم تا اینکه تونستم ببافم.
یعنی انقدر علاقه داشتم اگه به کسی من میرم آموزش بدم رو در رو هم سخت یاد میگیره، ولی خب من همینطوری بهم گفت این گره رو به این بزنین و به این تونستم یه دستبند ببافم. بعد پیام این دستبنده رو برد بیرون و گفت مامانی چند نفر دستم دیدن و خواستن. بعد گفتم باشه، بافتم براشون و با حسام دوتایی رفتن یکی دوتا از مغازه های اطراف خونمون. یکی گفت حالا بذارید امانی اینجا ببینیم چیکار میکنیم، شاید بتونیم براتون بفروشیم. بعد دیگه اونا فروختن، دوباره زنگ زدن تقاضا کردن آره یه 10 تا دیگه بیارید و همینطوری هی چند جا مرکز خریدای تهران و نمیدونم دست فروشه و همه جا رفتیم و کم کم این دستبندا یکی 50 تا خواست، یکی 100 تا خواست، یکی 200 تا خواست. پول اولی که از این دستبندا گرفتم 15,000 تومان گرفتم، خیلی خوشحال شدم، رفتم با 15,000 تومان 3-4 تا رنگ خریدم. بعد این رنگا رو گذاشتم بغل هم، گفتم وای چقدر قشنگ میشه اینو با اون، اونو با اون، هی ذوق کردم، نشستم هی دستبند بافتم. سفارش اولم 50 تا بود، 50 تا رو بردم تحویل دادم، پول گرفتم. بعد اومدیم خونه، همسرم گفتش که جدی پول گرفتیم، باورش نمیشد. واقعا به جایی رسیده که من اصلا واقعا دستنها اصلا نمیتونم کاری کنم، یعنی همکاری همسرم ازش تشکر میکنم، از پسرام، یعنی ما چهارتایی واقعا اگه یک کدوممون نباشیم یه جایی کار میلنگه. الان پیام من به کسانی عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن واقعا امیده، به خانواده هایی که اگه اعتیاد دارن که 100% این بیماری اعتیاد انقدر گسترده شده که همه جای دنیا وجود داره، میخوام ازتون که واقعا درک کنید، ناامید نشید هیچ وقت. من واقعا تمام دوستان آشنا همه میدونن برای زندگیم واقعا جنگیدم و الان واقعا تلاش کردم که به اینجا رسیدم. ازشون میخوام که مثل داریوش عزیز که همیشه پیام امید رو به همه میدن، داشتم چند روز پیش توی کانالی برادرم گذاشته بود داشتم نگاه میکردم، آقای داریوش عزیز میگفتن که تغییر یه هدیه داره که هدیهش آزادیه. واقعا هدیه تغییر آزادیه. تغییر خیلی سخته ولی شیرینه. من الان با اینکه خیلی کارم زیاده ولی خب خوشحالم اینکه میتونم به این همه کار رسیدگی کنم. یعنی واقعا دست تنها بعضی وقتا خیلی کارم سخت میشه، یه قسمتی از کار واقعا فقط گردن خودمه، رنگامیزی ها، ولی خب همیشه میشینم با عشق سر میندازم، رنگا رو با عشق نگاه میکنم. من یه شب به خاطره میخوام بگم از این آغاز دستبندا. من پسرام یه روزی بمادن تو خونه نشستن، 16-17 سالشون بود، کوچیک بودن، اسم و پیام گفتن که بابایی ما میخواییم بریم شناسنامه همونو بده بریم قهوه تلخ بفروشیم تو خیابون تو این پمپ بنزینا. این یه دفعه من اینجا کیپ شد، عکس تو چشام جمع شد، در رفتم پشت بون که اینا نفهمن من واقعا دلم شکست. من خیلی ثروت داشتم در گذشته و بیماری اعتیاد این کمترینش بود، ثروتم رو گرفت، همه چیه منو گرفت ازم. میخوام بگم ناامید نشید دوستان. من هیچ وقت پسران نرفتن قهوه تلخ بفروشن تو خیابون، بلکه با افتخار دستبندهای مادرشونو به معرض فروش گذاشتن. و پیامی که میخوام به همه عزیزان بدم، همونطور که همسر من منو رها نکرد و پشت من بود، مطمئن باشید خدا هم همیشه حامی ماست، پشت ماست و ما رو رها نمی کنه تو تمام شرایط، تو تمام لحظه ها. وقتی همه برن خدا هست میمونه و تا آخرین لحظه بندش رو حمایت میکنه. به قول حضرت مولانا میگه که گرچه تفسیر زبان گویاتر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. دوستای همدرد، من یه روزی همه چی داشتم، اول صحبت هم خدمت همه دوستان عرض کردم، من یه روز همه چی داشتم، همسر خوب، همین همسر رو داشتم، همین بچه ها رو داشتم، همه مادر پدر رو داشتم، دوستانم رو داشتم، فامیلم رو داشتم، خواهر برادرم رو داشتم، ولی همه رو از دست دادم، همه رهام کردن،
یه جوری گذاشتن رفتن که یعنی من بیماریم دیگه واقعا فکر میکنم دیگه من باید بمیرم که رهاشم، بمیرم که درمان بشم. یعنی فکر میکنم واقعا هیچ راه درمانی برای من وجود نداره. ولی تو اوج ناباوری یه خدای مهربون اومد و حضورشو به من نشون داد، غیر ممکن رو ممکن کرد. من لحظه های آخر مصرفم، نمیخوام اسم، میتونم بگم توی اسارت زندان بهترین دوستم از دست دادم، جلو چشم جون داد. جایی که باید میکشیدم، جایی که باید مصرف میکردم، جایی که باید استفاده میکردم تا آرامش بگیرم، منی که اونجا بدون هیچ ملاقاتی، بدون پول، یعنی تو پاسار من اصلا پول نمیومد، بدون حتی کسی تلفن منو جواب نمیداد، تو اوج تنهایی و انزوای خودم اونجا مثل چی میلولیدم تو خودم، تو یک لحظه فقط از خدای خودم خواستم این وضعیت رو کات کنه و منو شفا بده، یعنی این وضعیت تموم بشه. و گفتم خدای میشه یه بار دیگه منو برگردونی به اون روزای خوب زندگیم، باز اعتبارم برگرده، آبروم برگرده، بازم همه منو دوست داشته باشم، بازم بتونم تو جامعه زندگی کنم، خدمت کنم، به خانوادم خدمت کنم، به مردمم خدمت کنم، خودم رو دوست داشته باشم، یه بار دیگه زندگی رو از نو آغاز کنم، که این اتفاق برای من افتاد. امیدوارم برای تک تکمون این اتفاق بیفته. میفته، کسی از قلبش بخواد چیزی رو از خدا، غیر ممکنه براش این اتفاق نیفته. داریش عزیزم، من روزای سخت زیادی رو داشتم. خب الان یعنی بعضی وقتا میگم که اگه من میخوام زندگیمو برای یکی تعریف کنم، واقعا یه داستان تراژدیه، واقعا خیلی غمگین و گریه داره. من همسرمو خیلی دوست داشتم، واقعا دوست داشتم. یعنی روزی هم که با لگد زد توی صورت من، من همون روز احساس کردم که واقعا یه طرف صورتم از بین رفته، نگو که عصبا به طور کل از کار افتاده. بعد تی به همسایه‌مو میگفتم که من صورتم سر جاشه، چون نمیتونستم خودم برم تو آینه ببینم. میگفت آره بابا آره. بعد تا 6 ماه نمیتونستم کنترل این قسمت نداشتم، آب بینی میامد خود به خود، خیلی درد داشتم. رفتم پزشکانی، گفت خدا رحم کرده، احتمال داشته که چشمتو باید تخلیه میشد. بعد ولی خب سر همین حکم جلبشو گرفتم و داستان به جای باریک کشیده شد. روزی که رفت زندان اومدم خونه، انقدر که دوستش داشتم، یکی از لباساشو که بوی تنشو میداد گرفته بودم، هی گریه میکردم، گفتم خدایا یعنی واقعا خوب میشه غلامرضا. بعد هی با خودم، ولی خب همش تصویر ذهنی میگرفتم که خوب شده. این تصویر ذهنی رو انقدر گرفتم، هی فهم کردم خوب شده، مثل همه مردای دیگه دست پر میاد خونه، مهربون شده، چاق شده، سرحال شده. واقعا تصویر ذهنی هایی که گرفتم همه به حقیقت پیوست. واقعا میخوام بگم که درست میشه، یعنی الان واقعا همون آدمی شده که من اون موقع تصورشو میکردم. مهربون شده، خوب شده، همه جا با من هست، هیچ جا تنها نمیذاره ما رو. البته مهربون که بود، اون موقع هم که اعتیاد داشت همیشه حواسش به ماها بود، ولی خب بیماریش یه جوری بود دیگه نمیفهمید داره چی کار میکنه. میخوام بگم که هیچ کس ناامید نشه، فقط به خدا بسپارید، از خدا بخواید. خدا انقدر مهربونه که هیچ چیزی یعنی هر چیزی که غیر ممکنه رو ممکن میکنه برای آدم. هیچ چیزی غیر ممکن وجود نداره به نظر من. ممنونم. عشق منو در آورد، منو برد تو روزایی که واقعا یه هیولا شده بودم، یه هیولا. من احساس میکردم، من متوجه بودم که دیگه خودم نیستم. این که میگم این دیگر من نیستم، من نیستم، حیف از آن عمری که با من زیستم. خدای چرا زودتر تو رو صدا نکردم؟ خدای مهربون. من یه چیزی بگم، حالا تو زندان بودم،
من الان میفهمم این ارتباط بین خانومم و خودم و بعد منم تو زندان نادم و پشیمون بودم. یه دوست همدردی بود اونجا، من بعدم فهمیدم به جای یکی از آقایونه، بعد با این صحبت میکردم بودم من مقصرم، من خیلی خطا کردم، شروع کردم به مشارکت کردم با این دوست توی زندان. نگوین پالسا داره میره و چون خانومم هم منو دوست داشت، این ارتباط آسمانی داشت برقرار میشد و من متوجه نبودم. وقتی اقرار میکردم به گناهم، به تقصیرم، به اشتباهاتم، بعدها اینو متوجه شدم. من باور کنید اقرار میکردم تو زندان به این که من چه خطاهایی کردم، من چه هیولایی بودم، چه اصلا مگه میشه اسم اینو گذاشت؟ هیچی نمیتونم بگم به یه همچین موجودی. نه من نمیتونم به حیواناتم اینو بارها گفتم، میخوام بگم بعضی هم میگن چه حیوانی، اصلا این کار غلطه. من به حیوانات احترام میذارم، من یه چیزی فراتر از یه موجود عجیب غریب بودم. میدونم که این غیر ارادی بود، میدونم این رفتارها خارج از کنترل خودم بود، ولی میدونم حق انتخاب داشتم، من بودم انتخاب میکردم چجوری زندگی کنم. امروزم اینو لطف خدا در حق من کرده، انتخاب کردم چجوری زندگی کنم. نمیخوام بگم که خیلی خوب شدم، نه، منم هنوز با کار کرده 12 قدم، با همه اینا هنوزم انسانم. یه جاهایی بالا پایین میشم، یه جاهایی نمیتونم حذف کنم، نمیتونم بپذیرم، ولی متوجه شدم اگه بپذیرم مسائل رو، من یه آدم خواستم با این شرایط. من امروز متوجه شدم به همه دنیا اگه خوبی کنم ممکنه همه دنیا به من بدی کنه، ولی من بازم خوبی میکنم. میدونی چرا بچه ها؟ به خاطر اینکه من متوجه شدم خوبی بر میگرده به هم. من به خودم رو شناختم، متوجه شدم من ذاتم همینه، عشق تو وجودمه، مهربونی تو وجودم، من نمیتونم غیر از این باشم. من غیر از این باشم خسارت میبینم، خسارت میزنم به دیگرون. من وظیفه‌ای دارم تو این دنیا. پیام من اینه بچه ها، ما پیاممون عشقه، پیاممون امیده، ما متادا هممون مهربونیم، اصلا نمیتونیم غیر از این باشیم. جنسمون مهربونیه، جنسمون گذشته، جنسمون فداکاریه. خدا شاهده من یه روزی اوائل پاکیم بود تو تالاقان، یه دونه تولسک افتاده بود تو چایی که ریزش کرده بود، من 15 متر چا رو 2:30 شب رفتم پایین سگ آوردم بالا. چرا؟ چون احساس میکردم اون نیاز به کمکش داره. ما هممون همینجوری هستیم و پذیرفتم دیگران رو نمیتونم تغییر بدم، من همینم، فقط خودم رو تغییر دادم، تونستم رو خودم کار کنم. نمیگم خیلی عالی شدم، ولی میدونم فعلا قابل عضو و قابل قبول جامعه هستم و میتونم یه خدمتگزار باشم. یه موضوعی که اخیرا من در خودم کشفش کردم اینی که همه چی داره خوب پیش میره، همه چی درسته. من یه دفعه نگاهم میره رو پسرم، میخوام پسرمم عین خودم خوب بشه، همین یه شب راه 100 ساله رو بره. پسرم بیا این کارو کن، بیا اون کن، کنترلش میکنم، احساس میکنم از من داره دور میشه، احساس میکنم دارم نصیحتش میکنم، ارشاد میکنم، جواب نمیده. من از خدا میخوام، این نقصمم که کنترل کردنه، من میخوام دیگرانم خوب بشن، تو کار خدا میخوام دخالت کنم، میگم که تو این کارو کن، تو اصلا نباید این کار، اصلا قوانین روحانی برنامه ما اجازه نمیده من دخالت کنم توی کار خداوند. گاهی میگم که آن فلانی مریض احواله، نسخه براش میپیچم، این کارو کن، اون کارو کن، بعد اصلا به من ربطی نداره. من بهتره رو خودم کار کنم. من تنها کاری که میتونم بکنم به این عزیزان محبت، به پسرم، به دخترم، به دوستم، آشنام، رفیقم، هر کسی که توی هیته اطراف زندگی من میبینمشون، من فقط میتونم بیام تو جلسه، تو حلقمون براش دعا کنم و از خدا براش بهترین ها رو طلب کنم. خانواده همینه دیگه، نگاه کن.
مخلص عشق. نگاه کن چهره رو، نگاه کن. وقتی میگه یک نفر بیمار میشه، خانواده بیمار میشن، و همون شخص اگه بیا تو سرزمین بهبودی، خانواده هم میان تو سرزمین بهبودی. این عزیز و این عشق رو نگاه کنید. لطف داری شما آقا، شما خودت عزیز داریشون روبری داره میبینه تو رو. بگو هر چی دوست داری بگو، از عشق بگو. باعث خوشحالیه. بابا راضی؟ بله بابا، باید اما راضی باشه. خدا راضی باشه. مادر چی؟ عزیزن، تاج سر جفتمون. آره واقعا جفتشون عزیزن. کارام که با هم انجام میدید. بدونشون، بدون هیچ پدر مادری تو دنیا واقعا حالا زندگی جریان نمیتونه داشته باشه. اگر هم داشته باشه خیلی سخته. بله. و اینکه خیلی حرفا زده شد. من میشنیدم حرفا رو. برای کامل کردن این حرفا بخوام بگم اول که واسه افتخارم جلوی آقای اقبالی صحبت میکنم. آقای داریوش عزیز، آهنگاشون هم تو ماشینم هر روز گوش میکنم و کیف میکنم. بعد ما خانواده هستیم که با هر شرایط مادی احساس خوشبختی میکنیم دوره هم دیگه بیشتر مواقع. و اینکه هیچ چیزی کم نیست به غیر از اینکه ایشالله خود سلامتی بده، همیشه دوستای خوب بده، عشق اومده زندگی صفا کنیم. یادت آره. بابا اون زمانی که اون تجربه این سمه رو داشت، اون جهنمه رو داشت. بله بله. یه خاطری کوچیک ازش میگی؟ بابا الان خیلی آدمه چیزیه، خیلی آدمه حواس جمعیه، مسئولیت پذیره، با محبته. ولی خب بدترین نکته ای که من به عنوان بابام حالا الان فرصتش هست رو خودشم بگم، این که واقعا بی تفاوت شده بود به واسطه مصرف مواد یه دوره ای از زندگی. و این خب برای منی که فرزندش بود نه، اینم یه اذیت میکنه، یه ذره اذیت آزاردهنده بود. ولی خب با صبری که مادرم بیشتر داشت تو زندگی، ما هم یاد گرفتیم که دنبال روی مادرمون باشیم و در نهایت پدرمون هم بهمون پیوسته. الان چندین سال داریم خوب زندگی میکنیم و واقعا اینو حالا من جدی میگم و از صمیم قلبم، این واقعا چیزیه که اصول برنامه انجمن آورده تو زندگیمون. حالا یعنی بخش زیادی شو به نظر من بابای من وقتی که با این انجمن آشنا شد و اونا رو تو خونه هم آورد، ما هم مقداری تو تصمیم گیریامون تو بهبود بخشیدن به اوضاع احساساتمون. و اینکه خیلی برای ما خوب بود. یعنی من قبل از اینکه خودم دوچار مصرف شم و وارد انجمن شم، یه سری از مطالبو میدونستم و این خیلی کمکم کرد به اینکه غرق نشم خودم توی بیماری اعتیاد، زود بتونیم خودمون رو نجات بدیم. و بازم این لطف خداست اول و بعد پدر مادرمه. و اینکه از همه چی احساس رضایت میکنم. و اینکه میخوام بگم هیچکی نباید احساس کم آوردن بکنه، ناامیدی. احساس ناامیدی بکنه، چون این خلاف خواست خدا. بله بالاخره تو هر شرایطی نون و آب گیر میاد آدم بخوره، ولی به نظر من آدم باید امیدوار باشه به اینکه روزای خوب هست و به خوب فکر کنه. و اینکه همینه که پاداش داره به نظر من از طرف خدا. من دیگه حرف دیگه ای ندارم واقعا بزن. مرسی. پیام خیلی قشنگی داد که من خودم آره یه چیزی گرفتم اینجا ببرم خونه خرجش کنم. گفت آره پدر برنامه 12 قدم رو عبور تو خونه داره خرج میکنه که اون زمینش عشق و تغییره. اگه عشق به تغییر نباشه، آره تغییری وجود نداره، فقط دانش ما پیدا میکنیم. ولی عشق که زیر بناش باشه، اون که میگن زندگی کن و اجازه زندگی کردن رو به دیگران بده و فرصت اشتباه رو بده. الان این بانو گفت آره فرصت اشتباه رو دادن خیلی خوبه. همینجوری که خانواده فرصت اشتباه رو به عزیزش داد و زندگیشون آروم 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 داره تغییر میکنه و بابت همین سپاسگزاری میکنی. یه روزی به خاطر مصرف کردنم این حسام و مادرش فرستاد منو کنترل کنه ببینه باباش کجاست. یه موتور هونده 125 تازه گرگش کرده بودم، حسابی شتاب و صفا و اینا همه میزون
تا این اومد گفتم بابایی گفتم بیا گفتم بیا این سویچه بگی برو موتور رو بنزین کن. بنزین کردن همانا من مشغول مصرف بودم، یادم تلفنم زنگ خورد که پسرت پاش شکسته هر رونو، اصلا دیگه نفهمیدم چجوری خودم رسوندم بیمارستان رسول اکرم. بعد اونجا دیدم بچه رو خدا رو شکر خدا حفظش کرد، سرش نخورد نمین گرفتاری و بیشتری دارم. خدا رو شکر میکنم امروز با همه بدبختی هایی که تو گذشته برای خودم درست کردم، خدا من از این منجلاب بیرون آورد، از این گرفتاری نجاتم داد. برای همه اونایی که گرفتارن از ته دل میخوام نجات پیدا کنن و خدا نجاتشون بده. دوستان شدنیه، اگر خدایی هست غلام رضا رو نجات داد، یه راهی براش باز کرد. دوست گلم، همدرد عزیز، به همون خدایی که منو نجات داد تو رو هم نجات میده، فقط باید بخوای. پیام منم اینه که از خانمای کسایی که بیماری اعتیاد رو دارن به عنوان یه زن ازشون میخوام که هیچ وقت تنها نذارن همسراشونو، هیچ وقت خونه و زندگیشونو ول نکنن، بچه هاشونو. من خودم به شخص حتی یک روز حسام پیاما ول نکردم، همیشه با خودم بودم و الان خدا رو شکر میکنم که دوتا پسر این دسته گل دارم، بابای خودشون بالای سرشونه. خیلی راه های زیاد دیگه بود، دوستانم رو میبینم که جدا شدن پشیمونن. واقعا خدا رو شکر میکنم که برای زندگیم جنگیدم و هر چهارتاییمون الان دوباره در کنار هم هستیم. پروردگارا کمکم کن که به جای تسلا خواهی تسلا دهم و به جای درک شدن درک کنم، زیرا که پیدا شدن در گرو گم شدن است. با بخشش دیگران خود بخشوده می شوی و در مرگ حیات جاودان پیدا میکنی. خدا رو شکرت، خدای شکرت، مرسی از اینکه این قدرت رو به ما دادی که بتونی زیبایی ها رو ببینی و از رنج ها و آزار و اذیت ها عبور کنی و آغوشمون رو برای اونایی که نیاز دارن باز کنی. داریوش عزیز، دوستت دارم.